سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم. همینطور که میبینید این آدرس سایت جدیدم هست که در گوگل هست. در این فیلم تبدیل نمودار توابع که مربوط هست به حسابان 2، پایه 12 رشته ریاضی و فیزیک و همچنین ریاضی 3، البته سطح پیشرفته تری، اما میتونیم بگیم که اکثر مطالب مشترک هست به جز انتقال افقی در یک حالت خاص که ضریب داره، مخصوص رشته ریاضی فیزیک. البته با توجه به تمرین های ریاضی 3 میبینیم که امکان داره در حد حالت خاصی از انتقال افقی که ضریب منفی 1 دارم برای ریاضی 3 سوال بدم. آموزش کامل مربوط به فصل اول ریاضی 3 که مربوط است به تابع برای رشته ریاضی و فیزیک هم میتونه استفاده بشه. این دوتا سایت هست. اگر این سایت دسترسی براتون مقدور نبود، شاید بعضی از اپراتورها این سایت دوم نگرن، اما ریاضی.فلاگ.ir رو میتونید وارد بشید. اون بالا نوشته درباره من: دبستان، متوسطه اول، دهم، یازدهم، دوازدهم. روی دوازدهم که کلیک کنید وارد صفحه دوازدهم بشید، آموزش فصل اول رو میتونید استفاده کنید. اما شروع کنیم تبدیل نمودار توابعی. چرا اسم عنوانش اینه؟ یه تابعی داریم f x، تبدیل های یعنی انتقال عمودی بالا یا پایین، انتقال افقی چپ یا راست، انقباض و انبساط عمودی و افقی. تقریبا میتونیم بگیم 90% مباحث مشترکه. هم انتقال عمودی، هم انتقال افقی، هم رشته ریاضی فیزیک داره، هم علوم تجربی، انقباض و انبساط هم همینطور. فقط در مورد انتقال افقی، مثلا رشته تجربی اف ایکس منهای 1 رو میخونه و تو تمرین ها ممکنه اف منهای ایکس به علاوه 1 هم باشه، اما رشته ریاضی فیزیک F 2X به علاوه 1 هم میخونه. و تو یکی از سوالای آخر درس اول در مورد این خیلی مفصل میشه صحبت کرد. یه سوال چالش برانگیزه که گفته اول 1 واحد به سمت چپ انتقال بدیم، تقسیم بر 2 کنیم، یا اول انقباض 2 برابری بعد یه واحد به سمت چپ فرق میکنه یا نه، که این سوال خیلی مهمی هست در سطح رشته ریاضی. اگر این تابع اف ایکس باشه، انتقال عمودی خیلی براتون راحته، چون توی آموزشم دیدید، تو کتابم براتون وقتی صحبت کرده، فکر نمی‌کنم کسی
براش سخت باشه که مثلا اگر f x باشه x2 مثلا f x به علاوه 1 که میشه جای x چی میذاریم؟ x به علاوه 1. این که انتقال افقیه، اما انتقال عمودی خارج از تابع یه واحد میره بالا. این انتقال افقی رو صحبت خواهیم کرد، اما انتقال عمودی این یه واحد میره بالا، مثلا اف ایکس اینجا اینه، یه واحد میره بالا چی میشه؟ هر نقطه یه ایکسی داره یه ایگرگی، که اگر بخوایم مشخص کنیم یه ایکس صفر یه ایگرگ صفر، همون ایکس صفر تو تابع انتقال یافته که جی میگیریم یه واحد بهش اضافه میشه، یعنی تابع جیمون که انتقال یافته اف هست اینطوری بهتره بنویسیم، جی ایکس مساوی با اف ایکس به علاوه 1. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواییم جی مثلا 1 رو حساب کنیم همون اف 1 به علاوه 1. جی 2 رو بخواییم حساب کنیم، الان جی منهای 1 چی میشه؟ میشه اف منهای 1 به علاوه 1. چون ابتدا و انتها رو مشخص کردیم اینو به این وضع کنیم مشخص، یه واحد اومده بالا، بله دیگه موازیش باید باشه، اینم یه واحد میاد بالا به این صورت. اگه بخوایم تمیز رسم کنیم هم میتونیم، بله خطکش داریم اینجا، شما هم حتما با خطکش رسم کنیم. نقطه ابتدا و انتها رو وصل میکنین به متناظرشون، این دوتا نقطه بود دیگه، 0 و 5. میبینید باید دقیق موازی بشه، بعد اینجا با یه رنگی که مشخصم بشه اینو تا اینجا میاد دیگه بیشتر، بعد میایم یه دونه میره بالا یه واحد. خب چون این نقطه ها مشخص بود، مثلا این نقطه یه دو منهای یک بود، عرضش یه واحد بره بالا میرسه به 2 0، برای همین انتخاب کردیم اونجا هم دیگه تقریبا همین میشه دیگه. اگر رسم کنیم تا اینجا، الان این انتقال یافتشه، به این میگیم تابع چی؟ تابع جی. خیلی مهمه تابع جی، تابع انتقال یافته افه، یعنی جی ایکس مساوی با اف ایکس به علاوه 1. زبان فارسی هر نقطه ای رو بخوایم مقدارش رو تو تابع جی پیدا کنیم، مقدارش رو تو تابع اف به علاوه 1. حالا اگر جی ایکس باشه اف ایکس منهای 1، یه دونه میره پایین، یعنی چی؟ یعنی میاد اینجا، اینجا و اینجا رو مشخص میکنیم، به هم وصل میکنیم. این میشه انتقال عمودی، چون
در راستای محور ایگرک ها یا محور عمودی داره جابجا میکنیم کل تابع اف. حالا ممکنه اف ایکس به علاوه یک دهم باشه، به علاوه رادیکال لو باشه، یک کاییه دیگه، کا مثبت باشه، اینم به علاوه میره بالا، کا منفی باشه میاد پایین. حالا ممکنه بگید به چه دردی میخوره؟ شما وقتی یه تابعی داشته باشید، تابع پیچیده ای باشه، مثلا x2 به علاوه رادیکال 2x، این تابع f‌تون باشه، رسمش کردید، بعد این تابع f به علاوه یه مقدار ثابتی شده باشه، دیگه لازم نیست بیاید مقادیر رو دوباره حساب کنید، کافیه همونی که رسم کردید رو سه واحد ببرید بالا، به این درد میخوره. اما بریم سراغ ادامه. اگر ضریب بیاد پشت تابع ضرب بشه چه اتفاقی میفته؟ انبساط یا انقباض عمودی؟ تو کتاب رشته علوم تجربی خیلی خوب اومده، ابتدا مطرح کرده انتقال عمودی رو که راحت قابل درکتر هست نسبت به انتقال افقی، بعد اومده انبساط و انقباض عمودی رو گفته که باز نسبت به انبساط و انقباض افقی راحت تره. پس ما الان انتقال عمودی رو گفتیم، میخواییم انبساط یا انقباض عمودی رو بگیم. یعنی چی انبساط یا انقباض عمودی؟ این محور ایکس رو میبینید، وقتی بکشیم بالا در جهت محور ایگرک ها، تابمون کش میاد، چی میشه؟ انبساط پیدا میکنه. اگر ضریب کمتر از یک باشه، یعنی بین صفر و یک باشه، انقباض اتفاق میفته. میگی در این کشیده شده؟ نه، اینه ایگرگ مساوی یک دوم اف ایکس. یعنی چی؟ ایگرگ هاش نصف شده. یه تابعی داریم انتقال یافته، نه تبدیل یافته، دیگه انتقال نیست، تبدیل. تو این درس ما درباره یه چی صحبت میکنیم؟ تبدیل. توی تبدیل انتقال هم هست، اما تو انتقال که دیگه تبدیل نیست. تبدیل توابع انتقال عمودی رو گفتیم، حالا میخواییم انقباض یا انبساط عمودی رو بگیم. مثلا جی ایکس شده اف ایکس ضرب در یک دوم، یا میشه اف ایکس دوم یا یک دوم اف ایکس. یعنی چی به زبان فارسی؟ همینی که نوشتیم و ببینیم چی میگه. میگه اگر میخوای ایکس یک نقطه رو تو تابع جی که تبدیلی یافته ای تابع اف ایکس هست، چون یه ضریبی ضرب شده انقباض یافته یک دوم ضرب شده، پیدا کنی، کافیه توی تابع F اون x صفر رو قرار بدی، ضرب در یک دوم کنی، مقدارش میشه. مثلا یک رو میخوای جیش رو پیدا کنی، همون F یک رو پیدا کن، ضرب در یک دوم کن. F یک چنده؟ مثلا یک کنی، تقسیم برای دوش کن، میشه 75. اینجا منهای یک تقسیم برای دوش کن، نیم، منفی نیم. چهار تقسیم برای دو کن، دو. حالا اگر یه دونه مثال بزنیم از انبساط، به ما بگه تابع جی ایکس مساویه با دو اف ایکس، یا اصلا به ما میگه دو اف ایکس رو رسم کنید، یک انبساطه. خب دو برابر میکنیم، خب اینجا جا نمیشه، اینجا مثلا هشته. چیا رو؟ ارزا رو دو برابر میکنیم. ببینید اف ایکس یعنی چی؟ ورودی ایکس صفره، همونه، دامنه همونه، با
برد داره دو برابر میشه. بعد اینجا هم منهای نیمه دو برابرش میشه منهای ببخشید منهای یک تابع خود تابع F رو باید در نظر بگیریم. اینجوری میشه در راستای محور ایگرگ ها کش اومده، کشیدیمش. بله موادیش دیگه نیستش، انتقال که نیست که موادی در بیاد، هر تبدیلی که موادی در نمیاد. این منهای اینجا بودیم، اینو بست میکنیم اینجا. اگر دقت کنیم به این صورت میتونیم رسم کنیم. قشنگ مشخصه که کش اومده و اینجا هم ایگرگ یک شده منهای دو. حتما یه چند تا با خاکش رس کنید براتون جاذبه داره. اما این چیه نمودارش؟ یه افیه تابع جیمون منفی اف ایکس قرینه نسبت به محور ایکس ها. مثلا یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا این ایگرگ مساوی ایکس دو باشه، اف ایکس مون ایکس دو جی باشه منفی ایکس دو، یعنی چی؟ جی برابر با منفی اف ایکس دیگه، چون اف ایکس ایکس دوه. این به ما میگه همون تابع F رو رسم کن نسبت به محور ایکسا قرینه کن. قرینه کردن یعنی چی؟ همون ایکسا ایگرگاشون این نقطه روی این نمودار هست، یک و یک میشه یک و منهای یک. این نقطه منهای یک و یک، این نقطه میشه منهای یک و ایگرگاشون قرینه میشه. قرینه نسبت به محور ایکس ها، ایگرگ ها قرینه میشه. یا اینجا همون دو اف ایکس که ما رسم کردیم و اینجا دوباره میبینیم، میگه نمودار تابع اف ایکس مساوی قدر مستقیم ایکس منهای دو را در بازه منهای دو سه رسم کنید به کمک آن نمودار توابع. خب ببینید اگر رشته ریاضی باشه، اول اومده میگه اف ایکس چیه؟ رادیکال ایکس. بعد میاد میگه اف ایکس منهای دو انتقال افقی دو واحد به سمت راست همون رادیکال ایکسه، که اگر ما بخوایم دقیق رسم کنیم از طریق نخ. اما چون رشته تجربی انتقال افقی رو خیلی کمتر مطرح کرده، این گفته اینو رسم کنید، یعنی اینو به عنوان اف ایکس بگیرید. اما رشته ریاضی اف ایکس رو میگیره قدر مطلق ایکس، بعدن انتقال که میده میاد از دو رد میشه، یعنی دو واحد میاد به سمت راست. ما الان انتقال افقی رو هنوز نگفتیم، برای همین من این فرض میکنیم با نقطه یابی
به جای ایکس گذاشتیم دو، بعد شده ایگرک صفر، گذاشتیم صفر شده دو، گذاشتیم چهار شده دو. از طریق نقطه یابی قدر مطلق ایکس منهای دو رو به این صورت رسم کردیم. خب الان باید چی کار کنیم؟ آها، نکتهش در بازه منهای دو سه، یعنی ما خب این قسمتش خوبه دیاد ادامه ندادیم، اینو تو پر میکنیم، اما این قسمت رو ادامه دادیم پاکش میکنیم. مجددا این قسمت رو اینجا رو باید رسم کنیم، چون دامنه مهمه، یه تابع با سه تا مشخصه، البته با ضابطه و دامنش مشخص میشه، از طریق دامنه و ضابطه بردش هم میتونیم مشخص کنیم. خب این الان تابع قدر مطلق ایکس منهای دو در این باز است، بردش هم که میبینید از صفر تا چهار. منهای دو و سه درست. حالا قدر مطلق ایکس منهای دو رو بگیریم تابع اف، تابع جی رو که این تعریف کرده، یعنی جیمون چیه؟ منفی اف ایکسه. یعنی چی کار باید کنیم؟ درست، قرینه کنیم نسبت به محور ایگرگا. خب قرینه کردن رو آقای رضایی ما توی دوره دبستان هم بلد بودیم، شکل دیگه، عمود ادامه. بله درست میفرمایید، این اینجوری میشه با خطکش رسم کنیم. آخه خیلی فیلم طولانی میشه، این یکی رو من حالا با خطکش رسم میکنم، بقیه رو دیگه با اجازتون. خب قرینه چی رو داره رسم میکنم؟ این منهای دو و چهار میاد، منهای دو و منهای چهار میشه. نکته خیلی مهم، برد رو میبینید، برد قرینه شده، برد این بود از صفر، برد تابع اف از صفر تا چهار، برد این چی شده؟ از صفر تا منهای چهار، منهای چهار تا صفر. درسته، بعد اول کوچیک و بعد دامنش تغییر نمی کنه، چون باید داخل F وارد بشه، فقط این منها قرینه میکنه بردو، حفظ کردن نداره که. ببینید Fx یعنی برد تابع F، یه منها که ضرب بشه بردو به ما میده برای تابع G. حالا این چی میگه؟ یک دوم قدر مطلق X منهای دو تابع H داره چی میگه؟ انبساط یا انقباض؟ انقباض دیگه، h یک دوم f x. یعنی چی؟ یعنی ایگرگ ها رو به ازای همون x با یه رنگ دیگه قرمز. الان این 3 و 1 میشه 3 و 1 دوم، 0 و 0 همونه، اینجا 1 و 1 میشه 1 و 1 دوم، اینجا 0 و 2 میشه 1 و 0. میبینید انقباض عمودی رو داره جمع میشه، 4 میشه 2،
حالا اگه کشیدگی بود، به این صورت میرفت مثلا اینجوری، همین ایگرگا مثلا اینجوری از اینجا میامد کشیده میشد. اما الان چی شده؟ انگاری هولش دادن به سمت محور ایکسا. چیاش کم شده؟ ایگرگاش. انقباض عمودی اینه، حالا انبساط باشه، انگاری کشیدنش به سمت بال. دیگه چی؟ آه اینم خواسته. خیلی این قسمت مهمی هست. میگه کای ایکس برابر منفی یک سوم قدر مطلق دو منهای ایکس رو رأس کنید. اول از همه قدر مطلق دو منهای ایکس با قدر مطلق ایکس منهای دو فرقی نداره، بنابراین فقط منهای یک سوم باید اعمال کنید. یک انقباض و بعد به خاطر این منها قرینه نسبت به محور ایکس ها. خب انقباض یک سومی چجوری بود؟ اول نمودارش رو رسم کنید. نمودارش رو من سریع رسم کنم که به خیلی از فیلم یا عالم تمرین ها مونده باید برسید. خب این بعد مطلق یک منهای دو در همون بازه بود. حالا منهای یک سوم، اول یک سوم این انقباض، این یک سوم اینجا اعمال کردیم برای این یه تیکه بسته. چرا؟ چون دو نقطه کافیه برای ابتدا انتها دیگه، یه نقطه هم اینجا پیدا کنیم، اینجا برای اینکه دو تقسیم برای این میشه دو سوم، چهار تقسیم بر سه چهار سوم، یک و یک سوم. خب اینجوری میشه. حالا اینو قرینه میکنیم نسبت به نهاییش، رو باید رسم کنیم دیگه. این آبیه همون چیزی هستش که از ما میخواد. حتما شما با خطکش دقیق رسم کنید. یه نکته هم خیلی مهم، بخوایم امتحانم کنیم میتونیم نقطه بدیم کای در همین بازه دامنه که تغییری نمیکنه، همین ایکس بعد وارد بشه اینجا دیگه. خب کای ایکس، چون این اف ایکس دیگه، کای مثلا منهای کای یکو بدیم چی میشه؟ میشه منفی یک سوم دیگه. درست. مثلا کای دو رو بدیم میشه چی؟ صفر. خب کای دو هم صفر. کای یه عدد کسری هم بدیم مثلا منهای یک دو. منهای یک دوم میاد اینجا میشه منهای پنج دوم که میشه پنج دوم. منهای یک سوم ضرب در پنج دوم میشه منهای پنج ششم. منهای یک دوم و منهای پنج ششم. بله. اما اینجا باید یه نکته ای برای تبدیل طبابت است دیگه. یکی از تبدیل هم اینه که قدر مطلقه، مثلا ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس رو اصلا رسم کنیم. میدونم قدر مطلق ایکس رو بلدید، اما نکتهش اینه ایگرگ مساوی با ایکس تابمون اف ایکس مساوی با ایکس. جیمون چیه؟ قدر مطلق اف ایکس.
حالا اینجوری این دید ندیده بودید. یعنی این ایگرگ مساوی با ایکس، اما چون قدر مطلق داره این قسمتش پایینه نمیاد، آینه میشه به سمت بالا. چرا؟ چون قدر مطلق داره، میگه هر مقداری ایکس باشه قدر مطلقش میکنه، مثبتش میکنه. درسته یک بذاریم اینجا منهای یک میشه برای اف ایکس، اما وقتی قدر مطلق داره منهای یک میشه مثبت یک. حالا هر تابع دیگه ای که باشه که اینجا اومده گفته ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس ایکس دو منهای یک. اف ایکس همون چی بوده؟ ایکس دو منهای یک بوده که این قسمت پایین به خاطر قدر مطلق آینه شده به سمت بالا. دیگه اینو نباید رسم کنیم چون اصلا دیگه جزء تابع نیست دیگه. پس اگر قدر مطلق داشتیم دوره تابع دیگه زیر محور ایکس ها نمیاد. اینجا خیلی روشنه دیگه، میبینید که ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس، ایگرگ همیشه بزرگتر مساوی صفر. رسم نمودار اف اف کا ایکس، این انبساط یا انقباض افقیه. ما هنوز تو کتاب تجربی داریم این مطالب رو میگیم، الان میرسیم به جایی که هر دو، البته اینا مشترکه، اما بیانی که تو کتاب تجربی هست خیلی به نظر میاد راحت تر گفته. این تابع اف ایکس در این دامنه، رسمش کنیم. ایکس به علاوه 3، خود ایکس به علاوه 3 درسته، میگید یه تابعی هستش انتقال یافته 3 واحد بالای، یعنی اگر ما تابع اولی همونو ایگرگ مساوی با ایکس بگیریم 3 واحد بیاد به سمت بالا دیگه انتقال یافته است. در بازه منهای 4 و 0، بنابراین این قسمتاش اضافه است. خب و چگونه این رسم f2x؟ f2x رو اگه بخواییم رسم کنیم، مگه fx از طریق ضابطه fx رو داریم x به علاوه 3، بخواییم f2x رو حساب کنیم، مگه به جای x نمیتونیم بذاریم 2x؟ میشه 2x به علاوه 3. اما بیایم ببینیم 2x به علاوه 3 چجوری رسم میشه. 0 و 3 این همینجاست، اما منهای 4 درسته دامنه تغییر میکنه اینجا، یعنی ما یه تابعی داریم F یه مقادیری رو میتونه بگیره. حالا 2x باید بین منهای 4 و 0 باشه. ما x رو که میذاریم Fش حساب نمیشه، F2x حساب میشه. 2x جای x نشسته، بنابراین ورودی ها باید بین منهای 2 و 0 باشن که دو برابرشون اون دامنه رو پوشش بده. بنابراین ما یه انقباض افقی رو داریم از منهای 2، منهای 2 منهای 1، یعنی این میشه. و اف ایکس دوم، ایکس دوم این دفعه باید بین منهای 4 و 0 باشه. چرا؟ چون ایکس دوم
x که نمیاد مستقیم حساب بشه، x دوم قراره داخل تابه قرار بگیره. اما اینجا x میگه بین منهای 8 و 0. ضابطه چیه؟ y مساوی f x دوم میشه x دوم به علاوه 3. حالا به جای x میذاریم منهای 8، میشه منهای 4 به علاوه 1 منهای 1. منهای 8 و منهای 1 مثلا اینجا 0 هم بذاریم 0 بشه. یک انبساط افقی کشیده شده در جهت محور x ها. اینجا نسبت به محور y انگاری خط یک گوشش چسبیده، اینو کشیدیم. میبینید اگر ذریب بینه، نکتش اینه توی انبساط و انقباض عمودی ذریب کا بزرگتر از یک بود انبساط بود، اینجا نه، کا بین صفر و یک باشه انبساط. برعکس انقباض کا بزرگتر از این هم همون توضیح رو داره میده. این هم رسم دقیق تره از همون. دقت میکنید دامنه تغییر میکنه. بله که دامنه تغییر میکنه. چرا؟ چون یه f داریم، f x داریم، دامنش مشخص بین منهای 4 و 0. تابع انتقال یافته به این میگن g مثلا. این دیگه تابع f x که نیست، f 2 x. x داخل این میره اما f قراره حساب بشه. یه داده ای میگه در نظر بگیر دو برابرش من حساب میکنم، پس ما نصفش رو باید قرار بدیم دیگه. چی شد؟ این میگه من دو برابر هر چی که به من وارد بشی رو حساب میکنم، پس ما باید دامنه رو نصف کنیم، یا به عبارت دیگه 2x باید بین منهای 4 و 0 باشه. یعنی ورودی به این یا دامنه این میشه منهای 2 و 0. برعکس x دوم میگه هر چی که تو به من بدی من نصفشو وارد تابع میکنم، پس تو بیشترم جا داره از منهای 4 و 0 هم به من بدی، از منهای 8 میتونی به من بدی تا 0. اینجا هم اومده مثال خود تابع مثلثاتی رو زده. تابع مثلثاتی سینوس این سیاه هست، سینوس x دوم یعنی چی؟ یعنی یه f xی بوده سینوس x. f x دوم که یه تابعی هست مثل g میشه سینوس x دوم، یک انبساط افقیه. میبینید این از اینجا تا اینجا رفته 2π یه بالا پایین، اما وقتی که x دوم شده فقط بالا رفتنش شده 2π. برعکس x دوم که میبینیم دو x انقباض. یعنی چی؟ یعنی f 2x برابر با سینوس 2x. دامنه هم میتونیم همینجا تشخیص بدیم. بله وقتی سینوس x بود مثلا گفته بود به ما در بازه 0 و 2π رسم کنید، x بین 0 تا 2π. حالا شده 2x باز بین 0 و 2π باید رسم بشه، اما x ها
صفر تا پی. این چی الان؟ این انقباض. یه بالا پایین در همون صفر تا تو پی اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی هولش دادیم. انقباض یعنی چی؟ در جهت محور ایکس آ نسبت به محور ایگرگ هول دادیم جمع شده. اما برعکس انبساط، ایکس دوم بین صفر و دو پی تا چهار پی باید بله دامنش دو برابر میشه، اضافه بشه. این برای یه دوره تناوب رسم کرده. اینجا هم اومده توضیح داده که اگر کا بزرگتر از صفر، اف کا ایکس را میتوان انبساط یا انقباض نمودار در امتداد محور ایکس را به دست آورد. اگر کا بین صفر و یک باشه و اگر کا بزرگتر از یک باشه، دو حالت کا بزرگتر از صفر. اگر کا کوچکتر از صفر باشه، قرینه نسبت به محور ایگرگ ها داریم. مثلا سینوس منفی ایکس با سینوس ایکس. البته گفتم توضیحات کامل مربوط به این مباحث ما اگه سریع داره رد میشیم، به خاطر اینکه تو اون فیلم مفصل که با رسم دقیقم خودم رسم کردم اینا رو توضیح دادم. سینوس ایکس اینه، سینوس منهای ایکس قرینه نسبت به محور ایگرگ ها. امتحان هم خواستیم سینوس پی دوم بذاریم، سینوس منهای پی دوم بذاریم میشه یک. سینوس منهای پی رو بذاریم، سینوس منهای سه پی دوم رو بذاریم میشه منهای یک، چون میشه سینوس سه پی دوم دیگه. اینجا هم گفته نمودار ایگرگ مساویه اگر این رادیکال ایکس باشه، این رادیکال ایکس، این اف ایکس مساوی با رادیکال ایکس. حالا جی ایکس باشه منفی رادیکال ایکس، یعنی جی ایکس برابر منفی اف ایکس. این قرینه نسبت به محور ایکس هاست، میشه این پایینی، این سبز. حالا اگر جی ایکس باشه منفی باشه اف من های ایکس، قرینه نسبت به محور ایگرگ هست. این یکی هم قرینه نسبت به محور ایکس هست، هم قرینه نسبت به محور ایگرگ ها که میشه این. اینم که خود تابه هست دیگه. اما اینو در نظر بگیرید به عنوان یه تمرین جمع‌بندی تا اینجا. ایگرگ مساوی اف ایکس رو به ما داده، میگه مثلا جی ایکس مساوی با یه چیزی که بتونیم رسمم کنیم اینجا، یک دوم اف ایکس علاوه یک. این رسم میکنیم بعد به عنوان یه منفی هم بذاریم که یه خود مشکل تر میشه. میاییم تو این قسمت ابتدا یک دوم، پس مرحله اول یک دوم اف ایکس رو حساب میکنیم، بعد قرینه میکنیم. این چیه؟ یک انقباض عمودیه. قرینه میکنیم، سه یه دونه میبریم بالا. همشو میشه با هم انجام بدیم؟ بله. یه نقطه رو در نظر بگیرید، همه این عملیات رو براش انجام بدید، متناظرش تو انتقال یافتش یعنی تابع جی به دست میاد. هر تابعی رسمش توی یه تابع داریم اینجا اف، متناظر با هر نقطه ای از این یه نقطه ای هست که اونو پیدا کنیم میتونیم حالا این ستاشو پیدا کنیم. این قسمت این ستا رو پیدا کنیم، منهای چهار رو
صفر. این نقطه اول. میخوایم آپریم رو پیدا کنیم. چیکار کنیم؟ میگیم منهای یک دوم جی منهای چهار برابر با منهای یک دوم ضرب در اف منهای چهار، چون این همش انتقال عمودی و تبدیل عمودی متناظرش به دست میاد، تو افقی خود مشکل تره، نمیتونیم بگیم مستقیما اینو میذاریم میرسیم حل میکنیم. منهای یک دوم اف منهای چهار میشه منهای یک دوم ضرب در اف منهای چهار صفر، ضرب در صفر یک به دست میاد، پس میشه منهای چهار و یک اینجا میشه. این متناظر با این. حالا بریم متناظر با منهای دو و چهار، میشه منفی یک دومه ضرب داره اف منهای دو به علاوه یک، میشه منفی یک دوم ضرب در منهای چهار، منهای یک دوم ضرب در چهار منفی دو به علاوه یک منهای یک. ببینیم درست باشه. منهای یک دوم چهار منهای دو درست. بریم سراغ این نقطه صفر و صفر. اینجا رو پاک کنیم دیگه لازم نداریم. اگه می‌خواستیم از طریق رسمی بریم هم میشد، ابتدا یک دوم بعد ما داری یه ضرب حساب میکنیم. خب صفر و صفر جی صفر میشه منفی یک دوم اف صفر به علاوه یک میشه یک. خب این رو رسم کنیم فعلا. هم انقباض رو داره میبینیم، هم وارونگی رو میبینیم، هم یه دونه انتقال به بالا رو. میتونید تصور کنید این چی میشه؟ من میتونم تصور کنم اینجوری میشه. حالا حساب بکنیم. دو منهای دو منهای یک دوم اف دو به علاوه یک میشه یک منهای یک دوم ضرب در منفی دو به علاوه یک میشه دو. معلومه اون یکی هم اینجا میشه دیگه. خیلی حالا میخواید حساب میکنیم چهار و یک میشه منهای یک دومه ضرب در یک آن چهار و صفر ببخش به علاوه یک. من دیدم آن یک دوم نمیشه. خب اینم با قرمز ادامش مشخص باشه که تبدیل یافته شه. این میشه. اما انتقال افقی یکی از مهمترین مباحثی هستش که تو این تبدیل توابع موجب پیچیدگی میشه. یعنی اصل مسئله‌ای که بخوام بدم پیچیده از انتقال افقی و ترکیبش با انقباض و انبساط افقی. ببینید یه تابعی داریم fx، یه تابعی داریم مثلا fx منهای دو. میخوایم نشون بدیم که fx منهای دو انتقال یافته دو واحد به سمت راست fx. fx منهای دو هر x صفری که در نظر بگیریم روی تابع اصلی نظیرش x صفر به علاوه دو هست یا نیست؟
یعنی الان ایکس این صفره، ایکس این دوه. یعنی چی؟ یعنی هر ایکسی که در نظر بگیریم توی تابع اف ایکس منهای دو که انتقالی یافته هست، اف ایکس صفر به علاوه دو منهای دو رو حساب کنیم، میرسیم به همون اف ایکس صفر دیگه. چون انتقال افقی هست، بنابراین فقط عرضها ثابت، طولها بهشون اضافه میشه. میبینیم استدلالش اینه، هر x صفری روی تابع، مثلا اینجا این نقطه یه x صفری داره، یه y صفری، نظیرش میاد روی تابع قرمز اینجا، انتقال افقی. y‌اش تغییری نکرده. برای اینکه y‌اش تغییری نکنه، ما میگیم داخل این ضابطه تابع انتقال یافته که میتونه g باشه، g x، میگیم x‌اش باید چه تغییری کنه؟ میگه باید x‌اش دو تا اضافه بشه. چرا باید دو تا اضافه بشه؟ که این دو با این دو بره f x صفر، همون y نقطه x صفر رو به ما بده، چون x ها تغییر میکنه، y که تغییر نمیکنه. یا اینجا برعکسش، فرض کنیم رفته به سمت چپ، داره استدلال میکنیم چرا وقتی مثبت میاد به سمت چپ، منفیه میاد به سمت راست. اینجا f x به علاوه 2، مثلا f x مون چیه؟ قدر مطلق x. ما میگیم این تابع f x به علاوه 2 رو اگه بگیریم g x، میبینیم چی داخل این بره؟ همون f x صفر رو به ما میده. میگید x صفر منهای دو اگر داخل این بره، جای ورودی، جای x بشینه، برابر این همه x هایی که در نظر میگیریم دو تا بیاد به سمت چپ، همون ایگرگ ها رو در تابع انتقال یافته به ما میده. این تابع انتقال یافته است. اینجا اومده باز انتقال ها رو، این انتقال عمودیه، یعنی ایگرگ مساوی سینوس ایکس تابع اولیه است، میبینیم به علاوه دو بیرونه. اگر تو پرانتز بود، یعنی اینجوری بود، ایگرگ مساوی سینوس x به علاوه دو، دو واحد رادیانه، بر حسب رادیانه میرفت به سمت چپ. اینجا ولی قشنگ مشخصه این انتقال افقیه، پی دوم به سمت راست، همون نمودار رو رسم کرده، اما از اینجا. خب دامنه تغییر میکنه دیگه، تو اینجا دامنه تغییر نمیکنه، برد که بوده منهای یک تا یک، یه واحد، دو واحد به منهای یک اضافه میشه، دو واحد به یک اضافه میشه، برد جدید به دست میاد. اما این تمرین f x رو داده، رادیکال x رسمش کنیم از طریق نقطه یابی، بعد رسمش کنیم دیگه، خودش گفته این تابع اولی است، یک دو میشه یک و چهارده هم، سه یک و هفته هم چهارده. تا اینجا در این دامنه گفته رد. بردش چیه؟ صفر و f x منهای دو چیه؟ دو واحد به سمت راست باید بره. آقای رضایی، آیا باید حدودی رسم کنیم؟ نه دیگه، این نقاط رو
گفتیم متناظر 0 و 0 میشه 2 و 0، متناظر 1 و 1 میشه 3 و 1، عرض و دست نمیخوره، انتقال افقی. 4 و 2 میشه 6 و 2. خب بعد میایم اینا رو و همدیگه وصل میکنیم، به این صورت میشه. حالا fx به علاوه 3، انتقال عمودی 3 واحد به سمت بالا، طول ها تکون نمیخوره، عرض ها 3 واحد اضافه میشه هر نقطه، 1 و 1 میشه 1 و 4، بعد 4 و 2 میشه 4 و 5، اینجوری. برد تغییر کرده اینجا، شده 2 و 3 و 5. این 3 رو میبینید؟ اضافه میشه به این و این. یا اینجا برد تغییر نمی کنه، همون 0 و 2 هست، چون داخل تابع F میره، F خروجیش با توجه به اینکه ضابطه تابع Fx منهای 2 دیگه توی خروجی تغییر نمی کنه، اما دامنه x منهای 2 بین 0 و 4 میبینیم، اینجا دو تا اضافه میشه و دو تا اضافه میشه. یا اینطور بگیم دو تا مگه نرفته به سمت راست؟ خب بر خاطر همین اضافه میشه. اینجا اینو تشخیص میدیم. کوسینوس 2x انقباض، یادتونه میگفت انقباض با ضریب 1 قدر مطلق کا 1/2. اینجا انقباض داریم. حالا اگر اینجا رو نگاه کنیم، 1 به روی 1/2 انبساط با ضریب 2 داریم. حالا انقباض یعنی چی؟ انقباض افقی یعنی جمع شدگی، یا اینه یا اینه. اما چون منهای کوسینوس 2x هست، بنابراین جهت نسبت به محور x ها قرینه میشه. خود کوسینوس x چجوریه؟ حالا برعکسش نسبت به محوره. بنابراین این قسمت اینو میگیریم تابع 3. کوسینوس 1/2 x انبساطه، اما با توجه به اینکه منفی نیست، مثبت جهتش تغییر نکرده، این همین نمودار 2. 2 کوسینوس 2x انقباض، جهت عوض نشده، این نمودار 1. اینم یک انبساط. منهای 1/2 x میگه نسبت به محور y ها قرینه، منهای 1/2 هم انقباض عمودی رو داریم هم نسبت به محور x ها قرینه. یعنی اگه بخوایم مرحله ای بخوایم بگیم چه اتفاقی افتاده، این سوال خوبیه. ابتدا میتونیم اینجوری در نظر بگیریم f x مساوی کوسینوس x، این ابتدا حساب بشه، بعد منهای 1/2 درش ضرب میشه. حالا سوال، اول کوسینوس منهای x رو حساب کنیم بعد انقباض افقی، یا کوسینوس 1/2 انبساط افقی یا بعد قرینه کنیم؟ فرقی نمیکنه. این کوسینوس x رو اول رسم کنیم، این کوسینوس x، قرینه کنیم نسبت به محور ایگرک ها. ابتدا
ادامهش رو میبینید باز رو خودش میفته دیگه. بنابراین کسینوس x با کسینوس منهای x فرقی نمیکنه، شما هم میدونید کسینوس منهای x تو مثلثات خوندید برابر کسینوس x، پس دلیلش هم مشخص شد. حالا انبساط یک دوم چجوری انبساط ایجاد کنیم؟ اینجا کجاست؟ پی دومه، میاد اینجا قطع میکنه، بعد اومده توی سه پی دوم، دو برابرش سه پی، همینی که الان اینجا رو رسم کرده. اما حالا منهای یک دوم یعنی چی؟ یعنی قرینه کن نسبت به محور ایکس ها و نصف کن. چی رو نصف کن؟ بردو. به این صورت به دست. با استفاده از نمودار تابعه نمودارهای خواسته شده رو رسم کنیم. همش رو رسم کنیم ببینیم به چه صورته. یک دوم f دو x، یک انقباض، بعد انقباض، این انقباض افقی، انقباض عمودی، انتقال عمودی. خب چجوری f دو x رو رسم کنیم انقباض؟ هر تیکه رو در نظر میگیریم انقباض صورت میگیره. از اینجا تا اینجا انقباض نسبت به محور ایگرگ ها، یا بیایید این کار کنید، نقطه ای در مثل همون ابتدا انتهاش نقطه، اونم میشه این تا اینجا. حالا میخوایم این خط رو انقباض داشته باشه، این چسبیده به اینه دیگه. خود اینجا اگر محور ایگرگ ها در نظر بگیریم انقباضش چی میشه؟ یک دوم باشه. این میاد میچسبه به این. پس این مال این قسمت چپ داره الان f دو x رو رسم میکنیم. این قسمت هم اگه بخواد انقباضی صورت بگیره به این صورت رسم میشه. بذارید با خط کشم های رسم کنیم که تمیز سرم در بیاد. یه راه ساده ترم داره که اونم الان میگیم. خب پس این اومده نصف شده، نگاه کنید چی نصف شده. راه ساده ترم همینجا بگیم دیگه، منهای 4 و منهای 2 میشه چی؟ طولش نصف میشه، میشه منهای 2 و منهای 2. 0 و 2 هم که x‌اش 0 نصف بشه تغییری نمیکنه، y‌اش همون. بنابراین این میشه برای این قسمت. اما برای این قسمت دو و دو میشه یک و دو، چهار و صفر میشه دو و صفر، یک و دو میشه چی؟ نیم و دو. اما بهتر ما نقاط کلیدی رو، نقاط کلیدی دو و دوه و چار و صفر ابتدا و انتها، به اینجا وصل میکنیم. و اف دو ایکس به دست میاد. یه خورده با دست کشیدن راحت تره، اما اینجا ما میخواییم دمید در بیاریم، باید یه خورده دقت کنیم. این قسمتش هم این میشه. خب حالا باید یک دوم ضرب کنیم. یک دوم انقباض افقی عمودی، صفر و دو میشه صفر و یک، دو صفر خب همینه،
یک و دو میشه یک و یک، منهای دو و دو میشه منهای دو و منهای دو، منهای دو میشه منهای دو منهای یک. منهای یک و صفر خودش میشه، بنابراین این میشه. میبینید انقباض عمودی که اتفاق افتاده دامنه تغییری نکرده، جمع شده نسبت به محور ایکسات، جمع شده در جهت محور ایگرک ها، یه دونه هم اومده پایین. در نهایت این آبیه هست که داره رقص میکنیم، یه دونه میاد پایین، اینجا میشه، اینجا میشه و اینجا. آقای رضایی میشه امتحان کنیم ببینیم درسته یا نه؟ بله. رودخانه اصلی F2 چند بود؟ دو بود. رودخانه آخر که مثلا G2 میشه یک دومه. F4 منهای یک. F4 رو حساب کنید، صفر. منهای یک، ببینید پس نقطه متناظرش رو به دست آوردیم. نقطه متناظره، نه نقطه متناظر رو به دست نیاوردیم، G2 رو به دست آوردیم. حالا بریم سراغ یه نقطه دیگه، مثلا G صفر رو حساب کنیم. تو تابع نهایی جی صفر باید صفر در بیاد، میره توی ضابطه تابع یک دوم اف صفر منهای یک. اف صفر چند؟ دو. یک دوم ضرب در دو منهای یک. خب بریم سراغ قسمت ب. میگه یک قرینه سازی نسبت به محور ایکس ها کن، ایگرک ها کن و یک قرینه سازی نسبت به محور ایگرک ها، بعد دو واحد ببر بالا. اول قرینه سازی نسبت به محور ایکس ها کنیم، ایگرک ها کنیم ببخشید، این قرینش میشه این و بعد اینو ایجاد میکنه، قرینه این میشه این، اینو ایجاد میکنه، قرینه این میشه این، اینو ایجاد میکنه، بنابراین این میشه. و حالا قرینه کنیم نسبت به محور ایگرگ ها، این میشه و این میشه و این میشه. اینجا نقاط کلیدی ابتدا انتهای هر تیکه رو پیدا کنیم، وسطاش دیگه خودش به دست. دو واحد هم ببریم به سمت بالا، این میشه، این میشه، این میشه و اینجا در. حالا خواستیم امتحان کنیم باید چی کار کنیم؟ الان بهتون میگم. این تابع جیمون تابع آخرمون هست. جی دو رو باید در بیاریم چند؟ دو. ببینیم در میاد یا نه. چون اینجاست دیگه. جی دو میشه منهای اف منهای دو. جای ایکس گذاشتیم در دو طرف دو. اف منهای دو چیه؟ صفر. تو همین تابع اولیه. منهای صفر به علاوه دو همینطور میتونیم به دست بیاریم. بریم قسمت پ. تابع اولیه رو داریم، یک انتقال افقی، بعد یک انبساط عمودی، یک انتقال عمودی.
یه دونه واحد به سمت راست به خاطر اینکه کامون کوچکتر از صفره. هر نقطه به این صورت به دست میاد. یه واحد به سمت راست کل نمودار انتقال پیدا میکنه. شد این سبز. حالا دو برابر میشه چی؟ ایگرگ ها. دو بوده میشه چهار. یک انبساط داره کشیده میشه نمودار. الان رسم کنی مشخص میشه. صفر که کشیدگی نداره صفر میشه. و این قسمت منهای دوی میشه منهای چهار. خب اینا رو به هم وصل کنیم قرمز میشه. کشیدگی رو میبینید؟ یعنی انگاری محور ایکس ها این قسمت هاش چسبیده، یعنی این قسمت هاش چسبیده به محور ایکس ها. این طرف داره کش میاد، این طرف هم داره کش میاد. حالا سه تا واحد باید بیاریم پایین. دیگه بلدی. این یکی یک انبساط افقی دو برابره ضریب انبساط، چون یک دومه. انبساط افقی چجوری میشه؟ این منهای چهاره میشه منهای هشت، این چهاره میشه این دو دوه میشه چهار و دو، این صفر و دوه همون میمونه. این تیکه رو من انجام بدم، این تیکه چون جا نیست، این اینجا میشه صفر و دو. دو برابر شدن طولهای هر نقطه رو بریم، عرضها تغییری نمی کنه. چهار و دو داره کشیده میشه، چهار و صفر میشه هشت و صفر. بله موازی در نمیاد، نباید موازی در بیاد. انبساط و انقباض که موازی در. بعد دو برابر یعنی چی؟ یک کش اومدن عمودی رم داریم. این قسمت به این صورت در. خواستیم امتحان کنیم مثلا اینجا جی چهار رو ببینیم چند در میاد. میشه دو ضرب در اف چهار بدن اف دو، میشه دو ضرب در اف دو چهار. نگاه هم کنیم جی چهار اگه درست رسم میکردیم دقیق اینجا در. اما این تمرین مال حسابانه میگه fx این باشه، این fx منهای 1 چون جای x اومده x منهای 1 به علاوه 2 شده، یک انتقال افقی و یک انتقال عمودی. خب این 2 به توان x، یه واحد میاد به سمت راست میشه این رسمش به این صورت در میاد. کجا محوره؟ در یک دوم قطع کرده. کجا تشخیص دادم؟ دو به توان x منهای 1 به جای x بذارید 0. حالا دو واحد میره به سمت بالا. اینجا یک دوم هم دو واحد بره بالا میشه دو یک دوم دوم نیم. به این صورت رسم میشه. نکتهش اینجاست، این خط مجانبش هست، دو واحد اومده بالا. یا این لوگاریتم x به علاوه 2 f x این بوده، دو واحد به سمت چپ انتقال پیدا میکنه. این یک میشه منهای یک، این اینجا، اینم دو واحد میاد اینجا، نمیرسه به این. اگه خواستیم رسم کنیم میاد اینجوری تا اینجا. یا این یکی پی دوم میاد به سمت چپ.
خب پی دوم بیاد به سمت چپ، چه اتفاقی براش میفته؟ این میاد اینجا، این میاد، ببخشید، این آ میاد اینجا، این نقطه میاد اینجا، پاک کنیم، درست رسم کنیم. هر نقطه یه نظیری داره. همین نمودار باید در پی دوم رسم بشه. اصلا اینجوری دیگه. پی دوم آوردیم، کشیدیمش سمت چپ. نقطه میخوایم حساب کنیم مطمئن بشیم درسته. منهای پی دومو که بذاریم باید به ما بده چند؟ یک. بله. صفر رو بذاریم به ما میده صفر. یا این، یک انتقال افقی، یه واحد به سمت چپ، سه واحد به سمت پایین. دیگه بلدید، فقط من یه تیکه رو رسم کنم، یه واحد به سمت چپ، آره راست میگی، بر روی خود نمودار یه واحد به سمت چپ، اینم به سمت چپ، بعد حالا سه واحد میاد به سمت پایین. دیگه رسم کردیم که اشکال نداره. خب اگر نگاه کنیم، سه منهای سه به ما داده. اینو بگیریم تابع جی، ببینیم آیا میتونیم چند تا نقطه رو امتحان کنیم. جی سه میشه اف چهار منهای سه. اف چهار صفر، منهای سه بعد. یا اینجا مراحل رو گفته، اول انتقال افقی واحد به سمت راست، بعد قرینه سازی نسبت به محور ایکسا، بعد دو واحد به سمت بالا، سه و صفر، سه و دو. خواستیم امتحان کنیم، میگیم مثلا این تابع هست جی ایکس برابر منهای اف ایکس منهای یک به علاوه دو جی یک رو مثلا حساب کنیم، باید یک در بیاد. منهای اف یک منهای یک به علاوه دو، اف صفر به علاوه دو، درست. اینجا هم اومده همون انقباض و انبساط رو گفته، اگر کا کوچکتر از صفر، کوچکتر از یک، انبساط رو داریم قرمزه، ها بزرگتر مثلا قدر مطلق 2x. حفظ هم نمیخواد کنید دیگه، مشخصه. چرا مشخصه؟ به ازای همون x y های بیشتری میده. فقط یه نکته برای اونه که خیلی دوست دارن چالش داشته باشن، اگر g x رو در نظر بگیریم، رادیکال 2x، یعنی مثلا جی ایکس رو در نظر گرفتیم اف دو ایکس، یک انقباض افقی. اما یه نفر بیاد استدلال کنه جی ایکس رو در نظر گرفتیم دو اف ایکس، باز همین میشه دیگه، دو میاد بیرون، یعنی میتونیم بگیم رادیکال دو قدر مطلق دو ایکس.
فرقی نمیکنه دیگه، اینجوری بنویسی. آیا انبساط طولی یا انقباض افقی هر دو تاشه؟ هم دو برابر انبساط پیدا کرده، هم یک دوم ضریب انقباضه، یا بگیم یک دوم طولاش کم شده. هم انقباض افقی رو داریم، هم انبساط عمودی رو. اگر دامن و برد این باشه، دامن و برد اف کایکس چی میشه؟ میدونیم بردش تغییری نمیکنه، اما دامنش اما اگه کام مثبت باشه نکته داره. اگر کام مثبت باشه نامساویه دیگه، ایکس میشه بین آ کام بی کام، اما اگر منفی باشه درسته، جهت نامساوی برمیگرده، یعنی میشه بی کام آ کام. درست گفتم kx بین a و b تقسیم بر منفی بشه a کام، اینجا کوچکتر از b، اینجا بزرگتر b کام. حالا این نمودار رو به ما داده f cx رو خواسته، انقباض افقی چجوری؟ جمع میشه نسبت به محور ایگرگ ها در جهت محور ایکس ها. منهای 6 رو میبینید میشه چی؟ منهای 2 یک سه. منهای 3 و 3 رو میبینید میشه منهای 1 و 3. ایگرگ ها رو همون پوشش رو داده، اما ایکس ها منقبض شده یک سه. یا اینجا میاد اینجا ضریب انقباضش 3 یک سوم شده. وقتی میگیم انقباض دیگه باید ضریب رو درست بگیم دیگه، ضریب انقباض و انبساط چی بود؟ یک بروی قدر مطلق کا. در این انقباضش یک سومه. در این انقباض یک سوم. منهای x دوم یک انبساط افقی، بعد قرینه نسبت به محور ایگرگ ها. خب دو برابر میشه، این قسمت رو شاید بشه انجام داد چون اون قسمت جا نیست. اینجا میاد سه و منهای سه میشه شیش و منهای سه، به این صورت. حالا قرینه میشه نسبت به محور ایگرک ها این داخله، به این صورت. بله اون یکی هم اگر رسم کنیم یک قرینه سازی نسبت به محور ایگرک ها داریم و به این صورت. اما این نمودار هم رسم کنیم، کوسینوس 2x یک انقباض کوسینوس اینه تا صفر تا دو پی رسم میکنیم، بعد یک دوم منقبضش میکنیم، یعنی از اینجا میاد نصف اون طی میکنه، بعد میاد اینجا، کلن باید بیاد تا اینجا طی بشه، نصف بشه، اینجوری میاد شما تمیزتر رسم کنید.
یه دونم میاد پایین به این صورت میشه. یا این یکی یک انبساط داریم افقی سه برابر، یعنی اگر این کوسینوس یک انبساط رو داریم سه برابر شده، یعنی این که الان توی پی دوم شده میاد توی سه پی دوم اینجا، یعنی میاد اینجا بعد آره درسته تا اینجا، بعد دو برابر انبساط طولی هم پیدا میکنه، اینم دو برابر میره پایین پایین. اما تو این تمرین میتونیم بگیم تمامی درس خلاصه شده. یه جنبندی هم میتونیم داشته باشیم. میگید مگه این تمرین با تمرین قبلی چه فرقی داره؟ ببینید تو تمرین قبلی ما یه f دو x به علاوه 1 رو داشتیم، انقباض با ضریب انقباض دو، یعنی یک دوم میشه علاوه افقی و یک واحد به صورت عمودی منتقل میشه. اینو کار کردیم. یا این اف ایکس منهای دو به علاوه یک، یک انتقال افقی و یک انتقال عمودی. اما اینجا داخل پرانتز دو ایکس به علاوه یک رو داریم، یعنی یک انقباض افقی و یک انتقال افقی. سوال اینه اول باید یک واحد به سمت چپ انتقال بدیم، بعد یک دوم ضریب انقباض رو اعمال کنیم ضریب انقباض، یا نه اول یک دوم کنیم طولها رو بعد یک واحد به سمت چپ انتقال بدیم. اومده اینجا گفته میگه اگر آ مثلا هر نقطه ایم اینجا روی تابع F باشه، برای اینکه برسه به نقطه متناظرش روی تابع G چه بلایی باید سرش بیاد؟ تا همون Y0 نقطه متناظرش باشه. میگیم میگه هر نقطه ای رو در نظر بگیرید روی تابه مثل آ که یک ایک صفر و یک ایگرک صفری داره، یه مختصاتی داره متناظر با نقطه آپریمی که همون ایگرک صفر رو داره، چون فقط انتقال به تبدیل افقیه میتونیم متناظر بگیریم با نقطه ای که همون ایگرک صفر رو داره اما ایکسش تغییر کرده. میایم از این که ایگرگاشون با هم برابره استفاده میکنیم، میگیم اف ایکس صفر برابر شده با اف ایکس پریم رو قرار میدیم توی جی ایکس پریم میشه چی؟ دو طرف قرار میدیم. از اینجا ایکس پریم بر حسب ایکس صفر به دست. یعنی چی؟ یعنی اگر نقطه x0 و y0 داشته باشیم توی تابع اولیه، بخوایم برسیم به نمودار تابع f2x به علاوه 1 باید طولهاشو یه واحد ازش کم کنیم تقسیم بر 2 کنیم به نقطه متناظرش میرسیم، مثلا 5 و 0 میخواد برسه تو تابع f2x به علاوه 1. میگه یه دونه کم کن، 5 منهای 1 4 تقسیم بر 2 کن 2، y‌ش همون، میرسی به 2 و 0. یه نقطه دیگه 3 و 2، یه دونه کم کن از طولش تقسیم بر 2 کن 1 و 2، این برای این قسمت منهای 1 و 2، یه دونه کم کن از طولش منهای 2 تقسیم بر 2 کن میشه منهای 1 منهای 1 و
منهای یک و دو چی شد؟ منهای یک، منهای یک میشه منهای دو، تقسیم بر دو میشه منهای یک. میرسیم به همین و نقطه منهای هفت و منهای یک میشه منهای هشت تقسیم بر منهای چهار و منهای یک. این میشه. حالا میگه آیا میتونستیم ابتدا انقباض انجام بدیم بعد یه واحد به سمت چپ انتقال بدیم؟ میگیم نه. چرا؟ چون الان دیدید اگر قرار باشه دو ایکس پریم به علاوه یک مساوی ایکس صفر باشه، ایکس پریم میشه یه واحد ابتدا به سمت چپ بعد تقسیم بر دو. اگر میخوای بگی که دو واحد ابتدا منقبض بشه بعد یه واحد به سمت چپ چی میشه؟ این میشه. شما میگی معادل اینو بگو چی میشه؟ انقباض و بعد یه واحد به سمت چپ، این میشه. این فرقش با این چیه؟ یک دومه. این میگه که اول منقبض بعد یک واحد به سمت چپ. این معادل اینه. معادل این گفته است که اگر پس معادل این میشه این. ابتدا یک واحد به سمت. حالا این چی میشه اگر قرار بود؟ شما نگاه کنید F دو X به علاوه دو رو میخواستیم رسم کنیم، میگفتیم دو X پریم به علاوه دو مساوی X صفر. از اینجا X پریم میشد X صفر منهای دو دوم، یعنی همین ابتدا انقباض و یک واحد به سمت چپ. خب اینا رو گفته به نمودارش نظیر کنیم. ما نمودارش رو ندونیم، میخواییم خودمون رسم کنیم. این چیه؟ اف ایکس به علاوه دو. یعنی رادیکال ایکس رو که رسم کردی به عنوان اف ایکس، دو واحد بیا به سمت چپ. کجا قطع کرده؟ رادیکال دو. این دو واحد رفته به سمت بالا، انتقال عمودی. این ابتدا فرقی نمی کنه، ابتدا انبساط عمودی، یعنی دو رادیکال ایکس که میشه این، اگر رادیکال ایکس باشه این میشه دو رادیکال ایکس، ایگرگاش دو برابر. بعد قرینه نسبت به محور ایگرگ ها، یا نه منهای رادیکال ایکس رو اول رس کنیم بعد دو برابر. اما بیایم استدلال کنیم یعنی چی. اف ایکس رادیکال ایکس، اف ایکس دوم که انتقال یافت، تبدیل یافته هست، اف ایکس دوم رادیکال ایکس دومه. البته میتونیم غیر از این که انبساط در نظر بگیریم با ضریب یک به روی یک دوم میشه چی؟ دو. میتونیم یک انقباض هم در نظر بگیریم، انقباض عمودی. چجوری؟ ببینید اف جی ایکس رو اگر در نظر بگیریم، رادیکال ایکس به روی رادیکال دو میشه یک به روی رادیکال دو ضرب در رادیکال ایکس. یا
یاد چی میافتیم؟ کا دفتر رادیکال ایکس. کامی که اینجا کوچکتر از یک انقباض عمودی، هر دوتاش رو میتونیم در نظر بگیریم. اما بیایم از همین اف ایکس دوم یعنی انبساط افقی در نظر بگیریم. چیده میشه به صورت افقی با ضریب دو به این صورت. اثباتش به چه صورته؟ اثبات یعنی این که میخواییم ببینیم مفهوم یعنی چی. تمام درس گفتیم یعنی این که یه آی داریم روی نمودار F، میخواییم روی نمودار نظیرش که اینجا چون انبساط طولی هست ایگرگ ها همون ایگرگ بذاریم، ببینیم طول ها دو برابر میشه دیگه. مثلا یک و یک داشته باشیم میشه دو و یک، چون انبساط طولیه. یه ایک صفر و ایگرک صفری داریم، به ازای ایگرک صفر میخوایم ببینیم توی تاب متناظرش چه طولی رو باید بذاریم، آیا باید نصف کنیم یا دو برابر کنیم. میگیم اینجا ایکس پریم رو داخل تابع قرار بدیم، تابع جی دیگه، این تابع جی یا اف ایکس دوم جی ایکس بیریم میشه. حالا بر اساس این تابع قرار بدیم میشه ایکس بیریم اف ایکس بیریم دوم. خب این با این برابره، اینم بر اساس x0 قرار بدیم، x0 رو f x0 تو تابع f، یعنی f x0 برابر با f x پریم دوم، یعنی x پریم برابر با 2x0. میگه هر x0 رو که در نظر میگیری رو تابع f، رو تابع f دیگه، دو برابرش کن، نقطه متناظرش آپریم با همون ایگرگ به دست میاد، مثلا دو و یک، یک و یک بوده میشه دو. برای همه اونای دیگه هم به همین صورت میتونیم اثبات رو داشته باشیم. مهمترین نکتهش پس اینه، چه از لحاظ رسمی و هم از لحاظ تناظری. میخواید یه نمونه دیگه هم اثباتش رو انجام بدیم؟ مثلا این یکی که یه انتقال افقی دو واحد میره به سمت راست، دو واحد میره بالا، انتقال عمودی، رسمش به این صورته. اگر این رادیکال ایکس باشه، ابتدا دو واحد میره به سمت راست و بعد دو واحد میره بالا. این یکی اف منهای دو ایکس دیگه، یعنی یک انقباض طولی و یک قرینه نسبت به محور ایکس. بیام اینو اثبات کنیم. البته رسمش رو راحت شما دیگه بلدی، یه دونه این رادیکال ایکس یک انقباض قرار اتفاق بیفته در طول، این یک و یک چی میشه؟ میشه یک دوم یک دیگه. این دو و رادیکال دو چی میشه؟ میشه یک و رادیکال دو. این یک دوم و یک و رادیکال دو. انقباض میگید یک انبساط طولی هم شده، بله. یک انبساط عمودی هم شده، بله. انقباض افقی همراه هست با یک انبساط عمودی. اما حالا قرینه میشه نسبت به محور ایگرک ها میشه این. اما امتحانش هم که کافیه، به جای اف
یک، شما ببخشید جی یک رو در نظر بگیرید که میشه همون اف منهای دو. اف منهای دو تعریف شده نیست، جی یک هم میبینید تو این تابه نهایی تعریف نیست، جی منهای یک میشه اف دو منهای یک رادیکال دو. خب اما اثبات، میگیم یه x صفر و y صفر رو تابع اولیه داریم، قراره متناظر بشه با یه x پریم و y صفری، چون همه اینایی که داره اثبات میکنیم چون عمودی ها انبساط و انتقالشون مشخصه، اما افقی ها رو داره به خاطر پیچیدگیش اثباتش هم میگیم. میگیم متناظر با x پریم و g x پریم که مساویه با x پریم و f f منهای 2 x. این برابر با جی ایکس دیگه، حالا به جای ایکس میذاریم ایکس بریم، میشه اف منهای دو ایکس بریم. حالا این مساویه با این، یعنی اف ایکس صفر. یعنی چی؟ ایکس صفر مساویه منفی دو ایکس بریم. این چی به ما میگه؟ میگه آقا میخوای تو ایکس بریم طول نقطه متناظر x0 رو پیدا کنی، طول x0 رو نصف کن، قرینه کن، به دست میاد. نمودار تابع f در شکل دیر رسم شده، نمودار f منهای x قرینه نسبت به محور y ها. یعنی چی؟ قرینه نسبت به محور y ها، یعنی این یک و یک بشه، یک و منهای یک و یک، این میشه اینجا، اینم میشه اینجا، به این صورت این به دست میاد. اما این یکی قرینه نسبت به محور ایگرگ ها، ترجمهش هم اینه دیگه، هر ایکسی رو توی تابع جی بخوایم به دست بیاریم، تو تابع خودش که x0 و y0 تو تابع این x پریم و y پریم دیگه، x0 که وارد بشه اینجا به ما چی میده؟ f x0 رو میده، برای همین قرینه میشه. یا اینجا هم قرینه میشه نسبت به محور y ها، هم قرینه میشه نسبت به محور x ها، میشه این آخر سر. یا این میگه نمودار تابع فقط از قرینه یابی یا انتقال نمودار تابع y مساوی رادیکال x به دست آمده. اول از همه ما رادیکال x رو در نظر بگیریم، اینه چه بلایی سرش باید بیاد به این صورت بشه؟ اول باید یک قرینه بشه نسبت به محور ایکسا، بنابراین میگیم اینو داره که شده این، بعدن یک قرینه شده نسبت به محور ایگرک ها، بنابراین اینم داره، دو واحدم اومده بالا، اینه، این همون جیمونه. اما این میگه نمودار تابع f در شکل دیر رسم شده، نمودار این تابع این قرینه است نسبت به محور y ها، این یک واحد به سمت راست، بعد عرضها دو برابر، این قرینه نسبت به محور x ها، دو واحد بره بالا، اینو رسم میکنیم. نکته مهم میداره f دو x منهای یک،
اینو اگر بخوایم رسم کنیم چی کار باید کنیم؟ راه کلاسیک یاد گرفتیم، میگیم 2x پریم منهای 1 مساوی با x صفر، x پریم همون متناظر نقطه x صفر هست، بر حسب x صفر در میاد، x صفر به علاوه 1 دوم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نقطه ای داشته باشیم مثل A روی تابع F که مختصاتش x صفر و y صفر هست، نقطه آپریم که متناظر با اون هست x پریم و y پریم، که بر حسب x صفر میبینیم اینجا شد x صفر به علاوه 1 دوم، y همونه. به ما میگه میخوای x پریم رو پیدا کنی روی تابع g که همون f دو x منهای 1، کافیه چیکار کنی؟ میخوای اینو رسم کنی دیگه. بیا یه نقطه ای که در نظر میگیری طولشو به علاوه 1 کن، تقسیم بر 2 کن، همون ایگرگو بذار، مختصات اون نقطه آپریم به دست میاد. مثلا این آه مختصاتش چنده؟ منهای 4 و 0. آپریم رو میخوای؟ بیا به علاوه 1 کن، تقسیم بر 2 کن، میشه منهای 3 دوم و 0. اینجا میشه. این نقطه B رو داری؟ منهای 2 و 3. به پریم رو میخوای؟ به علاوه 1 کن، تقسیم بر 2 کن، میشه منهای 1 2. اینجا نقطه سه پریم رو میخوای؟ مختصاتش 0 و 3، به علاوه 1 کن، تقسیم بر 2 کن، اینجا میشه 1 2 و 3. بذارید من با رنگ قرمز تا اینجاش رسم کنم، اینجا و بعد این میشه. نقطه دی، این نقاط کلیدیه که اگه به دست بیاریم نقاط بینشون به دست میاد. دی مختصاتش چنده؟ 5 و منهای 2. دی پریم رو میخوای؟ 5 و به علاوه 1 کن 6، تقسیم بر 2 کن 3، منهای 2. نقطه ای، ای پریم رو میخوای؟ به علاوه 1 کن، تقسیم بر 2 کن 3 و نیم، تقسیم اونم ایگرگش هم که دست نمیخوره. میای از این که سه پریم هست وصل میکنی به د پریم و بعد وصل میکنی به ای پریم. به این صورت به راحتی میتونیم پیدا کنیم. حالا اگر خیلی پیچیده خواستم بدن، بازم همین کارو میتونیم برای تابه های بسیار پیچیده ترم انجام بدیم. مثلا f 3x منهای 3 دوم رو گفتن رسم کنیم. میگیم آقا اینو x پریم منهای 3 تقسیم بر 2 مساوی با x صفر میگیریم، x پریم رو تنها بکن، اینه معادله x پریم رو میخواییم تنها کنیم، میشه 2x0 به علاوه 3 سوم. 2 برابر کن x این در تابع f، این در متناظرشه، چون انتقالات تبدیل افقیه y تغییر نمی کنه. 2 برابر کن به علاوه 3 کن، تقسیم بر 3 کن، طولا رو نقاط نظیرش رو پیدا کن. یه نکته ای که وجود داره، این مورد آخرم بگیم، f 3 منهای x، میگیم 3 منهای x پریم مساوی با x صفر، x پریم رو بخوایم تنها کنیم میشه 3 منهای x صفر. به ما چی میگه این؟ میگه اگر یه نقطه ای داشته باشیم مثل x0 و y0 تو تابع f متناظر با
یه ایکس پریم و ایگرگ پریمی تو تابع جی که همین هست، که ایگرگش همونه اما ایکسش سه منهای ایکس صفره. یعنی اگر میخوای نظیر آ رو پیدا کنی که آ پریم هست، بیا قرینه کن طولشو و سه تا بهش اضافه کن. یعنی آ که منهای 4 و 0 هست قرینه کنی میشه 4، به علاوه 3 کنی میشه 7. بله افتاده این طرف چون قرینه شده نسبت به محور ایگرک ها، یه 3 واحد هم انتقال پیدا کرده. و نقطه B که منهای 2 و 3 هست قرینه کن، ایکسش رو 3 واحد اضافه کن، میرسی به B پریم. 5 و 3. اینو به این وصل میکنیم و نقطه 0 و 3 قرینه کن. 0 قرینش خودشه، 3 تا بهش اضافه کن، 3 و 3. ادامه بدیم. نقطه سوم پیدا کردیم، نقطه چهارم، پنج و منهای 2 قرینش کن، منهای 5 به علاوه 3 منهای 2 تقسیم بر منهای 2 و منهای 2 تقسیم نداره. خب اینم میاد از اینجا رد میشه به اینجا میرسه. 6 و 0 قرینش کن، منهای 6 با 3 جمع کن، منهای 3 0. به این صورت رسم میشه. اما من یه نکته ای رو میخوام به شما بگم، شاید فقط اونایی که علاقه مند هستن براشون جالب باشه. ببینید ما الان F رو داشتیم، این تابه ها که تبدیلی یافته بود، مثلا F سه منهای X رو رسم کرد، یا مثلا اینجا F رو داشتیم، 2 F X منهای 1 رو رسم کرد. اما اگر مثلا F سه منهای X رو داشتیم، یعنی همین نمودار سیاه رو داشتیم، میخواستیم f x رو رسم کنیم، باید چی کار میکردیم؟ این همون اونی که قراره تبدیل بشه رو x پریم میگرفتیم دیگه. اینجا x پریم رو اینجا گرفتیم، x پریم رو اینجا میذاریم مساویه با سه منهای x صفر. هدفمون هم این هستش که ما x پریم تنها بشه. خب اینجا که x پریم تنها شد، میگه از طول هایی که داری قرینه کن، سه تا بهش اضافه کن، قرینه کن، سه تا بهش اضافه کن، میرسی به تابع نظیرش. تو اینجا چی کار میکردیم؟ 3 منهای x پریم مساوی با x صفر، x پریم شد 3 منهای x صفر. اینجا هم x پریم شده 3 منهای x صفر. ممکنه به نظرتون عجیب بیاد، ولی ببینید الان این نقطه، نقطه مثلا آ، مختصات نقطه آ چنده؟ 7 و 0. ما میخواییم نقطه متناظرش رو پیدا کنیم رو تابعی که
F. یعنی ایکس پریمو میخواییم پیدا کنیم، قرینش میکنیم، منهای 7 3 تا بهش اضافه میکنیم، میرسیم به منهای 4 و 0. همینطور اینجا 5 و 3 قرینش میکنیم، منهای 5 به علاوه به منهای 2 و 3 میرسیم. یا بیایم یه تابع دیگر رو مثال بزنیم از همین تابع هایی که اینجا رسم کردیم، ببینیم که همچین اتفاقی نبوده. مثلا همین تابع قسمت ت خوبه، پیچیده ترم هست. وقتی خواستیم خود تابع رو یه بارم دوباره از اولم رسم کنیم بد نیست. خود اف رو داشتیم که همین آبی است، میخواییم اف دو ایکس منهای یک رو رسم کنیم. گفتیم اینجا میذاریم ایکس پریم، اینجا ایکس صفر. میخواییم بدونیم چه ایکس پریمی، یا بگیم ایکس پریم چند تو تابه نظیره، یعنی انتقال یافته بر حسب ایکس صفر که گفتیم، یعنی یه دونه اضافه کن تقسیم بر دو کن، منهای 4 به علاوه 1 منهای 3 دوم اینجا شد، منهای 2 به علاوه 1 منهای 1 دوم اینجا شد، 0 به علاوه 1 1 دوم اینجا شد، و 5 به علاوه 1 تقسیم بر 2 ارزش هم همون، 7 دوم اینجا شد. اینو رسم کرد. به این صورت رسم شد، اینجا اومد و بعد به این صورت رفت بالا. حالا ما این تابع سیاهو که رسم کردیم داریم، به ما میگه f دو x منهای 1 به صورت مقابل است، f x چند است. ضابطه به ما داده باشن، مثلا گفته باشن f دو x منهای 1 مساوی با x دو، f x چنده؟ میگید دو x منهای 1 مساوی با t، x رو به دست میارید تنها میشه t به علاوه 1 دوم. بعد میگید اینجا به جای دو x منهای 1 میذارید t، اینجا هم به جای x میذارید t به علاوه 1 دوم. بعد تو مرحله بعد میگید f x هست x به علاوه 1 دوم، اما ضابطه که ندادن اینجا، نمودارش رو خواستن. چی کار میکنید؟ همون کاری رو میکنید که برای رسم f دو x منهای 1 میکردید. یه تابع اولیه داشتیم اینجا، یه تابع انتقالی اینجا، یه تابع اولیه داریم، یه تابع انتقالی. توی تابع انتقالی x پریم گرفتیم، x صفر رو پیدا کردیم، اینجا هم تو تابع انتقالی x پریم میگیریم مساوی با دو x منهای 1 x صفر. x پریم رو تنها میخواستیم، خب اینجا دیگه x پریم تنها هست، یعنی آقای رضایی کافیه هر x صفری رو توی تابع در نظر بگیریم دو برابر کنیم منهای 1 کنیم. احسنت. یعنی اینجا دو برابر کنید منهای 3 دومو، منهای 1 کنید، میرسید به این نقطه. اینجا منهای 1 دومو دو برابر کنید منهای 1 کنید، میرسید به این نقطه. داره f x رو به همین ترتیب پیدا میکنه. بگید این نمودار f منهای x به علاوه 2، f x رو رسم کنید. آقا ما هم ضریب هم داشته باشه. خب بگید f x رو رسم کنید،
ما میگیم هر نقطه رو منهای دو برابر به علاوه دو میکنیم. منهای چهار رو داریم، عرضش هم که صفر، عرض تغییر نمیکنه، دو برابرش که کنیم منهای چهار و صفر نظیرش تابع F دو برابر 8 به علاوه 2 10. این خیلی ناجور میشه انقباضش. خب همون منهای X در نظر بگیریم. خب قرینه کنید به علاوه 2 کنید میشه 4 به علاوه 2 6 اینجا میشه. قرینه کنید به علاوه 2 کنید میشه 4 و 3. قرینه کنید به علاوه 2 کنید میشه اینجا. قرینه کنید منهای 5 به علاوه 2 کنید منهای 3 و منهای 2 میشه این. قرینه کنید به علاوه 2 کنید منهای 6 منهای 4. خب این منهای x، این اف ایکس. وقتی که اف منهای ایکس به علاوه 2 این باشه، حالا میخوایم امتحان کنیم کافیه اینو اف ایکس در نظر بگیریم قراره چی رو رسم کنیم؟ f منهای x به علاوه 2 رو رسم کنیم. یعنی این میشه منهای x پریم به علاوه 2 مساوی با x صفر. x پریم میشه 2 منهای x صفر. قرینه کن به علاوه 2 کن. منهای 6 رو قرینه کنیم میشه مثبت 6. 6 رو قرینه کنیم منهای 6 به علاوه 2 منهای 4 این به دست میاد. 4 رو قرینه کنیم منهای 4 به علاوه 2 کنیم منهای 2 این به دست میاد. به همین ترتیب میتونیم این نقطه رو در نظر بگیریم 2 قرینش میکنیم منهای 2 به علاوه 2 0 این نقطه به دست میاد. این نقطه منهای 3 قرینش میکنیم 3 5 این نقطه به دست میاد و این نقطه رو میخواییم به دست بیاریم. منهای 4 رو قرینه میکنیم 4 با 2 6 این نقطه. متشکرم. خدا نگهدار.